بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. معاصرین گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید است که در این روزها و شبهای پرفیض ماه مبارک رمضان در کنار خانواده هایتان دارای صحت و عافیت بوده و از همه آفات و بلیات الهی در حفظ و امان پروردگار باشید، و امید است که الله سبحانه و تعالی به دعاهای شما عزیزان و کافه امت مسلمه شرایط بحرانی را بردارد تا اینکه بتوانیم دروس شفاهی یا روبرو را انشاءالله مستفید گردیم. در درس گذشته پیرامون مسائلی که مربوط به شرایط محکوم علیهی بود بحثای خان را خواندیم، و از جمله بحث حقوق الله و حقوق العباد، حق الله و حق العبد، و اینکه بعضی موارد حق الله غالب، حق العبد مغلوب، یا بعضی اوقات برعکس آن است، مباحث مفصل پیرامون این موضوع یادآوری شد و درس امروز ما هم به همان ارتباط بحث محکوم علیهی است. محکوم علیهی همانندی که از نامش واضح است، کسی که بر او حکم صورت گرفته یا شخص مکلف یا شخص عاقل و بالغ. تعریف میکنه صاحب کتاب: هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله. آن شخص است که تعلق گرفته خطاب صاحب شریعت به فعل از او، به فعل از او تعلق گرفته که به این کار از او ثواب مرتبه، به این کار از او عقاب مرتبه، به این کار از او فرضیته، به این کار از او وجوبه، به این کار از او تحریمه. این مباحث با آن تعلق میگیره و را میگن محکوم علیهی. و یسمیه علماء الاصول بالمکلف. علمای اصول این شخص محکوم علیهی را به نام مکلف نامیده ان. مکلف کسی که مورد تکلیف قرار گرفته و یا شخص عاقل و بالغ. شروط و صحت تکلیف، شرط های صحیح شدن تکلیف، تکلیف با تحت چه شرایط صحیح می باشد و تحت چه شرایط است که انسان مکلف می گرده، و اگر او شرایط نبود شخص مکلف نمی باشد. یشترط فی الانسان حتی صح تکلیفه شرعا. شرط می باشد در انسان تا اینکه مکلف شدن او شرعا صحیح باشه، ان یکون قادرا، که اول قدرتمند باشد، توانا باشد، به نفسه به ذات خود بتواند آن را انجام بدهد، او بالواسطه یا به توسط دیگران، علی فهم خطاب التکلیف الموجه الیه. قدرت بر فهمیدن داشته باشد که خطاب را، که خطاب تکلیفی که به جانب او روی آورده شده و متوجه ساخته شده، او خطاب تکلیفی را بفهمه. و یتصور معناه، و ای را گفت بالواسطه، که بعضی اوقات شخص کره، نیاز داره کسی او را باز به طریق اشاره او را بفهمانه و با مکلفیت ها از او آشنا بسازد. و یتصور معناه بالقدر الذي يتوقف عليه بالامتثال، و تصور کند معنای امان خطاب تکلیفی که به جانب آن روی آورده شده به اندازه که موقوف است بر آن به فرمان برداری، اندازه که می تواند، اندازه که توان دارد و فرمان برداری بر آن موقوف و معطل است، به همون اندازه باید معنایش را تصور کند. این شرط اول صحت تکلیف است. لأن الغرض من التكليف الطاعة والامتثال. غرض از مكلفيته مردم به اوامر و نواهی فرمانبرداری و الامتثال و اطاعت است. ومن لا قدرة له على الفهم، کسی که او را قدرت فهمیدن چیزی نیست، لا يمكنه الامتثال، ممکن نیست او را فرمانبرداری، چیزی که انسان نفهمه چگونه او را فرمانبرداری میکنه. والقدرة على الفهم انما تكون بالعقل، و توانایی بر فهمیدن توسط عقل می باشد. این گوهر گرانبهایی که الله سبحانه و تعالی در وجود انسان آن را به ودیعت نهاده.
ويكون خطاب الشارع مما يمكن فهمه ومعرفة المراد منه ومي باشد خطاب صاحب شريعت از جمله چیزهایی که فهمیدن آن ممکن است و شناخت مراد از آن همچنان در صلاحیت انسان است میتونه انسان مراد و مقصد آن را بشناسه ولما کان العقل امرا باطنا لا یدرک بالحس هرگاه عقل یک امر پوشیده بود پنهانی بود و حس درک نمیشد و غیر منضبط تحت اداره نبود و تحت یک محدوده نبود و منضبط و جامع و مانع نبود و متفاوتا و همچنین تفاوت کننده بود فی افراد الناس در افراد مردم همه مردم یکسان نبودن عقل ها متفاوت بود بعضی عقل خیلی بالا داشتن بعضی میانه بودن بعضی غبی بودن فقد اقام الشارع و البلوغ به تحقیق صاحب شریعت استاده کرده بالغ بودن را الذي هو امر ظاهر منضبط چنان بالغ بودنی که یک امر آشکار است و امر جامع است و امر است تحت یک محدوده و تحت یک انضباط و تحت یک قانون در آمده مقام العقل ایرا به جای عقل استاده کرده لانه مظنته به خاطر اینکه بلوغ محل گمان عقل است وقتی که انسان بالغ شد عقل از او کامل میشه و جعل مناط التکلیف بلوغ الانسان عاقلا و الله سبحانه و تعالی قرار داده مدار تکلیف و مکلفیت را اینکه انسان به صورت عاقل بالغ بشه همین که به صورت عاقل بودن بالغ شد خلاص این مدار تکلیف است و او انسان مکلف می باشه و حتی عنه التکلیف قبله تخفیفا عنه و ساقط کرده الله سبحانه و تعالی از انسان مکلفیت را پیش از بلوغ به خاطر تخفیف و به خاطر آسانی عنه از همان انسان و دلیل ذلك دلیل آن چیست قول علیه الصلاة والسلام گفته پیغمبر علیه الصلاة والسلام است رفع القلم عن ثلاثة قلم مکلفیت برداشته شده قلم مسئولیت برداشته شده قلم مؤاخذه برداشته شده از سه شخص عن النائم یکی از شخص خوابیده حتی یستیقظ تا زمانی که بیدار باشه در دوران خواب حرف به زبان میآید هر کلامی که میزنه او مکلف نیست بر او چیزی مرتب نمیشه و عن الصبی حتی یحتلم از کودک تا زمانی که بالغ بشه احتلام بشه و خواب ببینه و آثار بلوغ در او ظاهر بشه و عن المجنون همچنان برداشته شده قلم مکلفیت از دیوانه حتی یفیق تا اینکه بهوش بیایه و فی روایت در روایت دیگر آمده است حتی یعقل تا اینکه عاقل بگرده و هوشیار بگرده و دیوانگی از او دور بشه فاذا بلغ الانسان الحلم زمانی که رسید یک انسان به حد احتلام و به حد بلوغ و کانت اقواله و افعاله جاریه على حسب المألوف المعتاد بین الناس و بود سخنان او و کارهای او روان بر طبق آنچه که الفت داده شده هست بر طبق آنچه که مردم با آن سر و کار دارند المعتاد بین الناس بر طبقی که عادت و روال عادی است بین الناس در میان مردم مما یستدل به على سلامت عقله از جمله چیزهایی است که استدلال می شود بر آن بر سالم بودن عقل آن حکم به تکلیفه در آن وقت حکم میشه به مکلفیت آن لتحقق شرط التکلیف به خاطر اینکه شرط مکلفیت ثابت شد و موجود شد و شرط مکلفیت چیست و هو البلوغ عاقلا او بالغ شدن آن است عاقل به صورت عاقل او بالغ شده فالمکلف اذن هو البالغ العاقل مکلف در آن وقت با این تفصیل و با این توضیح که گذشت او شخص است که بالغ باشه و عاقل باشه دون غیره نه غیر بالغ و عاقل
که من صبی عاقل، اگر کودک باشه که عاقل باشه ولی به سن بلوغ نرسیده، چون اهلیت از او فعلا کامل نیست، اهلیت ناقص داره. یا بالغ باشه ولی غیر عاقل باشه، باز او عدیم الاهلیت، اهلیت از او مسلوبه در صورتی که دیوانه باشد. و علی هذا لا یکلف المجنون ولا الصغیر ممیزا کان او غیر ممیز. بنابراین قاعده مکلف ساخته نمی شود شخص دیوانه و نیم طفل خردسال، چی خردسالی که تمیز دهنده باشه، خوب و بد را از هم جدا کرده بتواند، او غیر ممیز یا تمیز دهنده نباشد. اما ما ذهب الی جمهور الفقهاء، اما آنچه که رفته است به سوی آن جمع بزرگ فقها، من لزوم الزکات فی مال المجنون و الصغیر، از اینکه زکات لازم است در مال شخص دیوانه و یا در مال صغیر، باید ولی از او از مال از او بپردازه، باید ولی دیوانه از مال دیوانه زکات مال از او ادا بکنه. و ما ذهب الیه جمیع الفقها، و آنچه که رفتند به سوی آن تمامی فقها، من وجوب نفقه القریب و الزوجه، از واجب بودن نفقه قریب صغیر، قریب دیوانه و زوجت و نفقه همسر آن، همسر صغیر یا همسر دیوانه، و زمان المطلفات علیهما، و آنچه گرفتن تمام فقها به سوی آن، بر واجب بودن تاوان اشیای تلف شده، چیزی را اگر ضایع میکنن خساره وارد میکنن، علیهما بر همان دیوانه و بر طفل خردسال، فلیس ذلک تکلیفا للصغیر والمجنون. در واقع این مکلفیت برای خردسال نیست، مکلفیت برای دیوانه نیست، و انما هو تکلیف لولیهما، خاص آن یک مکلفیت است برای ولی همان صغیر، برای ولی همان دیوانه، به ادای هذه الحقوق من مالهما، به اینکه آن ولی مکلف است که این حقوق را ادا بکنه، من مالهما، از مال صغیر و از مال دیوانه. و انما وجبت هذه الحقوق علیهما، خاص واجب شده این حقوق، حقوق تاوان مطلفات، نفقه قریب، نفقه همسر، علیهما بر همین صغیر و بر دیوانه، لأنهما یملکان اهلیت وجوب، بخاطر اینکه آنها مالک می باشند اهلیت وجوب، اهلیت وجوب ار صلاحیت ار دارن ولی اهلیت ادا ار ندارن. بس اهلیت وجوب با امون نقصان هم میشه، ولی اهلیت ادا باید کمال اهلیت در آن باشه، کما سیأتی بیان ذلک فی ما بعد، چنانچه که زود است که بیان آن در ما بعد بیاید. اعتراض علی شرط تکلیف، یک اعتراض است بر شرط مکلفیت. قلنا گفتیم ما ان شرط التکلیف هو القدره علی فهم خطاب الشارع. شرط مکلفیت قدرت است یا توان است بر فهمیدن خطاب صاحب شریعت، که ما باید توان داشته باشیم که خطاب صاحب شرع بفهمیم، در غیر از او ما مکلف نمی باشیم، شرط تکلیف در ما وجود ندارد. و کون از الخطاب مما یمکن فهمه، و بودن امان خطاب صاحب شریعت از جمله چیزهایی باشد که ممکن باشد فهمیدن آن. و قد یعترض علی هذا الشرط بما یاتی، و گاهی اعتراض میشه بر همین شرط که قدرت بر فهم خطاب شریعت یا بودن خطاب ممکن باشه فهمیدن آن، بر آن اعتراض وارد میشه، بما یاتی، به آنچه که می آید. الاعتراض الاول، اعتراض اول این است که ان تکلیف من لا یفهم الخطابه قد ورد في الشريعة الإسلامية،
مکلف شدن کسی که خطاب را نمی فهمه به تحقیق وارد شده در شریعت اسلامی. ما تو گفتی که شرط تکلیف فهمیدن خطاب است. چطور؟ فقد قال تعالی، به تحقیق الله سبحانه و تعالی فرموده است: یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. ای مؤمنان، شما نزدیک نشوید به نماز در حالی که شما مست باشید، مدهوش باشید، بی خود باشید، نشه باشید. حتی تعلمو، تا اینکه بدانید ما تقولون، آنچه را که میگویید. فهذه الآیه الکریمه، این آیه قرآنی تعنی، قصد دارد، هدف آن این است که اذا سکرتم، وقتی که شما مست شدید، فلا تقربوا الصلاة، پس نزدیک نشوید به نماز. فالسکارا فی حال سکرهم، مردمان مست و بی خود و نشه در حال مستیشان، مکلفون، مکلف شدن، بالکف عن الصلاة، به خودداری کردن از نماز. و هم لا یفهمون، در حالی که ایشان نمی فهمن الخطاب، خطاب الهی را، ازا که در آن وقت در دوره مستی و در دوره نشه بودن و در دوره بی خودی. فکیف یقالو، چگونه گفته می شود که این شرط تکلیفی القدرت علی الفهم، به تحقیق شرط مکلفیت قدرت داشتن بر فهم است؟ والجواب، جواب این است که ان الخطاب فی هذه الآیه لیس موجها الی السکارا حال سکرهم، خطابی که در این آیه کریمه است نیست روبرو شده به سوی افراد مست و افراد نشه و افراد بی خود در حال مستیشان، و انما هو موجه الی المسلمین حال صحوهم، خاص این خطاب روبرو ساخته شده است به سوی مسلمان ها در حال بهوش بودن ایشان. به الا یشربوا الخمر، به اینکه نیاشامن شراب را، اذا قرب وقت الصلاه، وقتی که نزدیک شد وقت نماز. حتی لا تقع صلاتهم، تا اینکه واقع نشود نماز ایشان، فی حال سکرهم، در حال مستی و در حال نشه ایشان. و حتی یمکنهم، تا اینکه ممکن باشد ایشان را اداء الصلاة، ادا کردن نماز را، کما ینبغی، چنانچه که مناسب است، به صورت درست و به صورت فهمیده و به صورت صحیح. و من الجدیر بالذکر، از جمله چیزهایی است که سزاوار به یادآوری است، لایق به یادآوری است، که ان هذه الآیه نزلت، این آیه کریمه نازل شد، این آیه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، شما نزدیک نشیم به نماز در حالی که شما مستیم یا نشیم یا بی خودیم. این آیه نازل شده بود قبل تحریم الخمر، پیش از حرمت شراب، هنوز که شراب حرام نشده بود، پس او وقت اونها مشکل نداشت، اونها مورد خطاب قرار می گرفتن. به قول تعالی حرام نشده بود شراب، به این قول خدای تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، ای مؤمنان، به تحقیق شراب والمیسر و قمار والانصاب و بتها والازلام و تیرهای فال، که فالهای قسمت بود یا فالهای فالگیری بود که به سفر و به انجام دادن کار و یا انجام ندادن کار و یا تقسیم کردن همان شترهایی که می خریدند و در آن می رفتن پیش همان متولی همان بتها و می گفتن به نام ما تیر بکش، اینا رو به نام ازلام میگن. ریتسون، اینها پلیدن، من عمل شیطان، از جمله کارهای شیطانن، فجتنبوه، پس شما پرهیز کنید از این مذکور، مذکور که شامل
شراب را میشه، قمار را میشه، بت‌ها را میشه، تیرهای فال و تیرهای قسمت را میشه. از همه اینها شما پرهیز کنید، لعلکم تفلحون، تا اینکه شما رستگار و یا کامیاب بشوید. این حکم بعدا نازل شد، ولی از او حکم اول بود. پس در او وقت اونها فهمیدن نفهمیدن، چون هنوز حکم شراب نیامده بود حرمت آن، و وقتی که شراب هنوز حرام نشده بود، اونا میشه که با او وقت مکلف قرار بگیرند.